میخوام بهتون یه مانیتور معرفی کنم که به درد کیا میخوره سفه. سلام سلام، ما رو قبل رکورد گیر انداختید. آره دیگه ببخشید. اینجا این مانیتوری که الان داری معرفی میکنی به درد گیمرایی میخوره که اسم و فامیل دو حرفی ندارن، مثلا فامیل بزه اینا نیستن، سینشین دانزان اختلاس خوب نکردن، پول ندارن. با این قیمتی که داره یه گزینه خوب برای گیمراست، ولی اگر ادیت میکنن یا کار مولتی مدیا میکنن، گزینه های بهتری از این مانیتور تو این قیمت وجود داره براش. یه دنیا مرسی، خدافظ همگی. خب پس اگر که گیمر هستین این ویدیو رو تا آخر ببینید. من زیزی سلمی هستم و خیلی خوشحالم که تو این ویدیو شما رو میبینم. یک بار دیگه اگر که اولین بار دارید صفحه منو میبینید که خوشحالم میکنید که همین الان صفحه منو سابسکرایب و فالو داشته باشید که ویدیوهای بیشتری از من ببینید. اما بریم سراغ این مانیتور که از برند ایسر، مدل دقیقش هم براتون مینویسم. میتونیم بگیم که یکی از ارزان‌ترین مانیتورهای 24 اینچیه با توجه به مشخصاتی که داره. داخل جعبش دو تا پورت دیسپلی پورت و پاوره و همچنین یه پایه مانیتور و چیز دیگه داخل جعبه دریافت نمی‌کنید. پایه مانیتورش یه ترکیب رنگ قرمز و مشکیه که اگه از این ترکیب لذت می‌برید از این پایم خوشتون میاد. زیرش هم چند تا لاستیکه که مانیتور در واقع سر جاش همینطوری محکم وایسه. خود مانیتور به صورت کلی طراحی جالبی نداره. حاشیه و بزل خیلی زیادی داره که به شخص دوست ندارم. پشت مانیتورم چیز خاصی نداره. چیز جذابی پشت مانیتورم نیست. پورت‌های HDMI دیسپلی پورت هم داره. دکمه‌های مانیتور خیلی ساده با طراحی کلاسیک تور. پایین سمت راست در واقع پنل جلویی قرار گرفتن. وزنش هم چیزی حدود 4 کیلو و 170 گرمه. یه مانیتور 24 اینچی فول اچ دی، یعنی با رزولوشن 1920x1080 و نسبت تصویریش هم 16:9. یکی از مهمترین ویژگی‌های این مانیتور نرخ تازه سازی یا همون رفرش ریت، دوباره من برعکس گفتم، اول فارسی رو میگم بعد انگلیسی رو میگم، که 165 هرتز که برای قاعدتاً یه گیمر خیلی مهمه. و نکته بعدی از پنلی که استفاده کردن براش TN، از نوع TN که حتما در واقع باید روبروی این مانیتور باشید که بتونید یه زاویه درستی داشته باشید از این مانیتور و اگه از بالاتر یا پایینتر بهش نگاه بکنید تصویر مانیتورتون رو به سیاهی میره. در واقع بیشینه روشنایی مانیتور 300 نیته، خوبه ولی قطعا عالی نیست و از طرف دیگه هیچ اطلاعاتی در مورد در واقع فضاهای رنگی که پوشش میده از طرف تولید کننده ها منتشر نشده، لذا فقط ما چی میگن رجوع کردیم به تست هایی که انجام دادن. طبق تست های اسپایدر 5 پرو نتیجه این بوده که مانیتور 95% فضای رنگی sRGB و 73% فضای رنگی ادوبی RGB رو پوشش میده. با توجه به قیمتی که داره تقریبا منطقیه، یعنی مشخصات با توجه به قیمت خوبه. از تکنولوژی AMD FreeSync هم پشتیبانی میکنه که البته باید کارت گرافیکتون حتما AMD باشه. چی کار میکنه؟ در واقع میاد نرخ تازه سازی مانیتور رو با فریم ریت کارت گرافیک سینک میکنه که به شما یه تجربه بصری بهتری بده. از رقباش میتونم بگم یه مدل از ایسوسه که حالا اسم مدلش رو براتون میذارم و البته یه ذره اون گرونتره. در نهایت این مدل از ایسر که هی میخوام مدلش رو نگم، بذارید مدلش رو یه بار بخونم، خیلی طولانیه. KG241QS که در واقع پیشنهاد میکنم برای گیمرها. قیمتش هم مناسبه، چیزی حدود 5 میلیون تومانه. حالا قیمت دقیقش هم توی کامنت ها توی کپشن براتون میذارم و دیگه اینقدر قیمت ها زیاد شده من اینجوری هم که هی میگم قیمت خوبه یا بده یا مناسبه چطوریه، ولی با توجه به مشخصات و ویژگی هایی که داره خوبه قیمتی که داره. اما برای گیمرها پیشنهاد میکنم همونطور که سپهرم گفت و برای کسایی که تدوین میکنن، کالر گرید میکنن و دنبال یه مانیتور تخصصی و بهتری هستن سراغ این مانیتور نیان، پیشنهاد نمیشه. در نهایت این مانیتور از مجموعه محصولات گارانتی الماس رایان ایرانیانه که بیشتر از 30 برند رو پشتیبانی میکنن و اگر شما قصد خرید این مانیتور رو داشتید میتونید از یکی از نمایندگی‌های الماس رایان ایرانیان تهیه‌اش کنید. مرسی که تا پایان ویدیو بودین. هر کدومتون تجربه استفاده کردن از این مانیتور رو اگر داره خیلی خوشحال میشم که توی کامنت ها بنویسه که هم من و هم بقیه بتونیم استفاده بکنیم. مرسی و تا ویدیو بعدی، خدافظ.